من یه دختریم که از جنوب شرقی ایران میام، سیستان، که شاید برای خیلی ها مثلا منطقه رو فقط شنیدن و در واقع خیلی ها هم نرفتن و طبیعیه، به خاطر خیلی مسائل، یعنی دلیلش مردم نبودن که رفتن. و این منطقه منطقه بسیار مذهبی نشینه و واقعا به خاطر مذهبی نشین خیلی مردسالاره متاسفانه، و در این منطقه زنها خیلی محدودیت دارن. و من اونجا بودم و به دنیا اومدم، کودکی اونجا لمس کردم با همین جامعه، با همین مرسولاری، با همین مذهبی بودن، و وارد دانشگاه شدم و در دانشگاه رشته نقاشی قبول شدم. در زمانی که برای خانم ها خیلی سخت اونجا نقاشی، که اصلا غیر قابل قبول بود برای منطقه، برای اینکه اصلا چیزی به اسم آرت بعد یه خانم وارد دانشگاه بشه رشته نقاشی، و خود این خودش یک پلانی بود. و در واقع از همون زمان دانشجویی و دانشگاه من با موضوع زن، بدن و موضوعاتی که خودم لمسش کردم و خودم از بچگی باهاش دست پنجه کردم، من این شانس رو داشتم که توی هنر بتونم این محدودیت هام رو وارد بکنم در قالب هنر. و سیستان و بلوچستان خیلی سخته برای یه خانمی که نقاشی خونده و بعد باز دوباره داره در مورد زنان کار میکنه، خیلی سخت بود. و اومدم تهران با همسرم، تهران اومدیم، در واقع هیچ چیز عوض نشد و اون محدودیت ها بود. خب اونجا خیلی بسیار سخت. و زمانی که اومدم وارد پاریس شدم، مثل پرنده ای بودم که میخواستم اعتقاد به پروازش، میخواستم پرواز بکنم و نمیدونستم میتونم یا نه. یک سانسور خیلی زیادی در من بود. و وقتی وارد پاریس شدم، در واقع اومدیم سیت دزاق، سیت اینترنشنال دزاق، اونجا یک مکانی بود که کلی هنرمند داشت و فکر میکنم اونجا در واقع احساس کردم که نقاشی در من هست، ولی باید بیام بیرون. و کم کم شروع کردم به کار انستالیشن و اومدم از فضای کادر نقاشی، چون ما موضوع محدودیت بود، اومدم بیرون و شروع کردم به کار انستالیشن کردم و لذت بردم در اون دوره. و دیدم نه، من هنوز برای بیان محدودیت ها و برای بیان لیمیتیشن هایی که داشتم در من در خودم، من زبان های دیگری دارم، من زبان بدن رو دارم، من با بدنم میتونم، من نمیتونم بگم چه جوری چه دردی رو کشیدم، من با پرفورمنس میتونم اون درد رو بدون زبان، بدون لنگویج به همه نشون بدم که در اون محدودیت ها چیز چه شکلی است. و شروع کردم به کار پرفورمنس. لحظه ای که فکر میکنم شروع کردم به کار پرفورم کردم، و پرفورمنس بیشترین اوج لذت در من به عنوان یک آرتیست بود، برای اینکه میدیدم که آدم ها چجوری ارتباط برقرار میکنن با پرفورمنس، چجوری درک میکنن بدون اینکه من صحبت بکنم. حتی زمانی که من شروع کردم به کار پرفورمنس، برای مردم منطقه و جامعه بسیار سخت بود پذیرش اینکه زنی با بدن خودش صحبت میکنه. من یادم پیام هایی که دریافت میکردم، پیام های غیر قابل باور، غیر قابل شنیده بود، و اینها من رو اذیت میکرد. من این رو میپذیرم برای اینکه میگم، برای این باورم که اون منطقه هنوز منطقه‌ای که کوچک است و آدم‌ها نتونستن کوچ بکنن و به جای دیگر برن و از نظر ذهنی باز بشن، بنابراین منطقه بسته مونده و مرسالاریست، مذهبی نشین هست به دلایل خیلی مختلف. شاید این بگم، من خوشحالم از این که مردم نمیتونن مهاجرت بکنن، برای اینکه اون منطقه باقی مونه، سیستان باقی مونه. از یک طرف هم ناراحتم برای کسانی که اونجا میمونن به دلیل آسف، به دلیل فقر از بین میرن، به دلیل اینکه کشاورزی نیست، خوشسالیه، منطقه بسیار کوچکیه ولی رسیدگی نمیشه و مرز هم بسته شد بعد از انتخابات، مرز رو هم بستن، بنابراین مردم اونجا خیلی 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 بستن. و چه بسا که کسایی هستن که وارد دانشگاه میشن، اساتید هستن، دکترا هستن، باز هم اون دید محدود رو نسبت به زنها دارن، برای اینکه اون جامعه بسیار کنترلگر هست، بسیار بسیار سخت برای زنها. و من
همه اینها رو بعدها بهش فکر کردم و ریسپکت کردم، گفتم بهشون حق میدم، برای اینکه نتونستم، چه شرایطی نبوده که خارج بشه. من یک عکسی دارم موقعی که 6 سالمه با روسری هستم و یادمه توی این دوران، یعنی چیزی که در از خاطر من هست، تصویری که در ذهن من هست، یادمه من با روسری بودم و دختری از کنار من رد شد که روسری نداشت و من تفاوت ها رو نمیدونستم و نمیدونستم دلیل زیبایی اون دختر چیه، و امروز که وقتی بهش نگاه میکنم میگم زیبایی به آزادی است، زیبایی به اینه که اون آزاد بود و موهاش دیده میشد و گل موهاش شونه میکرد، ولی من در اون روسری اصیل بودم. و اینی که در بچگی عاشق کفش قرمز بودم، فکر کنم خیلی چیز بزرگی نیست، ولی هیچ وقت کفش قرمز نداشتم، برای اینکه دختر بودم و اون جامعه هم برای دختر رو خوب نبود که کفش قرمز داشته باشم. ولی به محض اینکه رسیدم تهران بودم و خودم کفش قرمز خریدم، اینکه بزرگم بودم پوشیدم، خیلی هم خوشحال بودم و رنگ اصلا به من انرژی میده، رنگ زندگی منه، رنگ تمام مخصوصا قرمز زرد بودم که من از اون منطقه میام. منطقه سیستان باز هم به دلیل مذهبی نشین بودن، زنها همش لباس های سیاه دارن، ولی درونن خانم های ما رنگ دارن، انرژی دارن، انرژی قرمز دارن، انرژی که زنانگیست، انرژی زرد رو میشه برای اینکه قدرتمندن، یعنی اینقدر زنان سیستان قدرتمندن، اینقدر قدرتمندن. من همش مادر خودم رو مثال میذارم، برای اینکه من فقط مادر خودم رو دیدم، دردهاش رو دیدم، زندگیش رو دیدم و فکر میکنم تمام مادران سیستان و بلوچستان زنهای ما زنهای قدرتمندی هستن، ولی محدود هستن. یعنی تو هر زن رو بهش کافی قدرتی داره که هیچ جای دیگر نمیشه اون رو پیدا کرد، ولی صدا ندارن، خاموشن، به خاطر مرد سالاری و مذهبی بودن اون منطقه. میگم درون زنهای سیستان رو باید شکافت و دید که چه رنگی هستن، همین اونها رنگ دارن و رنگی که دارن رنگ بسیار آتشین و گرمایی است. از زمانی که اومدم، شاید سال 2016 بود که من وارد پاریس شدم، و توی این دوره 2016-2017 من یک سفری هم به نروژ داشتم، دیدن یه شاعری که شاعر و نویسنده هست، یعنی آقای پیام سیستانی که من ارادت بسیار ویژه‌ایشون دارم، و شروع کردم به صحبت کردم و میدونست که من میخونم کم و بیش، که به من شعری داد و به من گفت که بخون، و یادم نمیره اونجا شروع کردم به خوندن اولین بار شعر سیستانی برای پیام. وقتی اینو خوندم من گفت نقاشی نکن، بخون، فرهنگ ما و تاریخ ما به این نیاز داره، تو صدای سیستانی، تو مادر سیستانی. و وقتی برگشتم و شروع کردم به تحقیق کردن روی زبان، تاریخچه و روی سیستان و چرا واقعا ما خواننده زن سیستانی نداریم، میگشتم که پیدا بکنم، و این همش در ذهن من بود که چه اتفاق افتاده، چقدر تاریخ ما غم‌انگیز هست که صدای یک زن شنیده نشده، چرا من صدای مادر خودم رو که مرد نشنیدم، شاید این مادر میتونست صدایی داشته باشه، من مطمئنم که صدایی داشته و نشتم و اون رو از دست دادم و هستن الان هم خیلی ها که حضور دارن و ما صداشون نمیشنیم، و این در من خیلی به عنوان یک پروژه آرتیستیک باش برخورد کردم و شروع کردم به نوشتن این پروژه در مورد آواز صدای زنان سیستان که هیچ وقت نشنیده بودم خودم به عنوان یک زن، و اینکه الان بچه های ما و کودکانی که در سیستان به دنیا میان و خجالت میکشن از اینکه سیستانی صحبت بکنن. بنابراین دو دلیل برای نوشتن این پروژه بود که من بتونم یه آلبومی تهیه بکنم و الان در حال تمام شدن در واقع آلبوم من. این آلبوم با موضوع اینه که
ما منتقل بکنیم که صدای زنان سیستان، اصلا زنان سیستان چه شکلی هستن و چه جوری آواز میخونن، یه چیزی که بمونه و بچه های ما در آینده به این باور برسن که زبان سیستانی زبان بسیار زیبایی است و چقدر خوبه که نگه داشته بشه این فرهنگ ها و این هاست که ریشه هست و میمونه. من یادم وقتی که شروع کردم به خوندن شعر زابلی، اولین انتقاداتی که من شد چرا تو شعر زابلی میخونی، چرا پارسی نمیخونی؟ و این برای من قشنگه، برای اینکه میدونم که اون فرهنگ و چی هست و میدونم که بالاخره باز میشه، دریچه ها باز میشه، بسته نمیمونه و کماکان دارم میبینم این اتفاق داره میفته. ما در سیستان یه دونه آهنگ سنتی داریم که معمولا توی مراسم عروسی وقتی که دختر میخواد بره خونه وقت این رو برای دختر میخونن، معمولا گروهی یا زن رو میخونن یا مرد رو میخونن و این آهنگ بسیار بسیار غم انگیزه ولی در حالت شادگونه خونده میشه، خوشحالم ولی خیلی غم انگیزه. ما چون در منطقه ازدواج اجباری داریم برای بچه هایی کوچک هستن، کودک هم ازدواج میکنن، در این تمامش درده و این خوشحالی نداره. در واقع این رو بازخوانی کردم با اون دردی که خودم احساس کردم با عنوان زن، با عنوان دختر، چون دیالوگی که بین دختر و مادر هست دیالوگی که مادر دوست نداره از دختر جدا بشه، دختر میره ولی چاره ای نداره. یادم اولین باری که من اولین بار کنسرت دادم، لحظه که صدای اینجا گیر بود، لحظه که صدا گیر بود و میخواستم که بخونم، خودم رو در آغوش گرفتم، گفتم هورا تو 38 سالته و تو در تمام دوره کودکیت و تو الان دوست داشتی بخونی و این چیزه بدی نبوده، زیبا بوده، فقط تو نگهش داشتی برای اینکه احترام داشت، نمیخواستی دیگران آسیب ببینن، دیگران اذیت بشن، ولی این قشنگه. اون لحظه که فکر کنم خودم رو در آغوش گرفتم، گفتم امروز من تو رو در آغوش میگیرم پس بخون، فکر کنم اون لحظه بود که صدای من از شاید 38 سال یه آزاد شد و لحظه که فکر کنم اولین بار روی سن خوندم میگم قشنگ ترین لحظه زندگی من بود، هیچ وقت یادم نمیره و خیلی لذت بخش بود برای من که تونستم این صلح رو با خودم بکنم که برای توه، تو هم چیزی رو که دوست داری باید لمس کنی و لمسش کنی، چیز زیباییست. و لحظه که دیدم که خیلی از فرانسوی هایی که اومده بودن شروع کردم به گفتن یک کلمه یا دو کلمه سیستانی، اصلا ناخودآگاه تمام فکر کنم تمام اون دردهای چند ساله نشون دادن سیستان اصلا اونجا تمام شد، گفتم سیستان اینجاست. Thank you.
Show.